به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، عنوان برنامه امروز ما یک کمی واقعا هم دهشت آور و واقعا خیلی ننگ آور است. با عنوان برنامه ما پرکرار بچکش است. فاروخ عبدالقادرزاده دادستان ناحیه فردوسی کیست؟ عبدالقادر و فاروخ کامل جانویچ پرکرار ناحیه فردوسی شهر دوشنبه می باشد که حالا نام و نسب خود را به این شکل عبدالقادرزاده فاروخ کامل تغییر کرده است. البته باز در خاور و در بعضی از رسانه های دیگر فاروخ کامل هم آمده است. سال 1975 در دنغره به دنیا آمده است. فعلا در پایتخت تاجیکستان در قریبی های بیمارخانه یاری تعجیلی یعنی سکاری پومش زندگی میکند. عائله دار است و صاحب 6 فرزند. یک پسر دارد که شفقت نام دارد. باقی فرزندهایش همه دخترند. فاروخ سال 2006 فکلتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را تمام میکند. کریره او با عنوان پرکرار از شهر استقلال شروع میشود. سال 2018 پرکرار این شهر تعیین میشود. مشاور عدلیه درجه اول هم هست. فاروخ یزنه سهراب است. سهراب رمضان بچه کرامت رمضان دوست از دنغره و از دوستان نزدیک پرزیدنت از دوره کارش در دنغره می باشد که سالها معاون رئیس تاجیک مطلوبات تاجیکستان بود. انا همین کرامت رمضان. فاروخ شوهر خواهر کلانی سهراب می باشد. سهراب رمضان سردار ریاستی کدرهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. خواهر سهراب بنفشنان دارد. یعنی فاروخ کامل دامادی کرامت رمضان می باشد. خب باید فهمه دیگر. برادری فاروخ باشد. بینندگان گرامی، جنرال عبدالقادرزاده جمشید کامل کارمندی بلند مقام خدمات گمرک است که وی هم یک فاسق دیگر می باشد. جمشید دامادی رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان است. جمشید شوهری خواهری وزیر داخلی و باجه شادی حفیظزاده سرداری او با پی وزارت کارهای داخلی. چنانه گفتیم برادری دیگری فاروخ جنرال در خدمات گمرک است و سردار ریاست تشکیلی نظارت گمرکی در خدمات گمرک می باشد. برادر دیگر فاروخ پلکونیک عبدالقادرزاده جعفر کامل سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار بود و مهمه امسال به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر تورسونزاده تعیین گشت. ببینید بینندگان گرامی که اینها چند طرفه به هم پیچیده و تنیدند و از دست ظلم و ستم آنها چقدر انسانهای بیگناه عذاب و اذیت میکشند. باز یک طرفی دیگری این مسئله بیننده گرامی این است که پدر خود فاروخ عبدالقادر کامل دوستی نزدیک پرزیدنت هم بوده است. 5 سال پیش وفات کرده است. پدر فاروخ در سالهای 2003-2008 رئیس اگنتی خواجگی جنگل تاجیکستان بوده است. خواهر فاروخ زرینه نام دارد. زرینه دوگانه و همسینف آزاده رحمانو است. نقطه جالب اینجا است که فاروخ در تمام مقامات به نام ملا مشهور است. او بسیار دروندار، مغمبیر، کینگیر و کمگپ و ایزاکش هم است و تماما نمازش را ترک نمی کرده است. البته بعضی ها گفتن پیش بود، بعضی ها می گویند که نه، حالا هم چنین است. فعالیت کار خود را از مفتش دادستانی در کدام از ناحیه های پایتخت شروع کرده است. بعدن یک بار توسط شناسبازی او را یاردمچی پرکرار ناحیه سینا تعیین میکنند. این تعیینات هنوز پیش از وزیر داخلش دانی رمضان رحیمزاده صورت گرفته بود. فاروخ چنان بی سواد بوده است که سودیه را از ادوکات بیچاره فرق نمیکرده است. نمیدونست است که سودیش چی است، ادوکاتش کی است، کدام نفر به او سوید یا مشوره داده است که برای وظیفه یا وظیفه بالا گرفتن با مقام های بلند رسیدن اگر بخواهی تو باید نامزد علم باشی. و این فاروخ هم در حال از پای عنوان جویی شد و در موضوع سوریمنی کنفلیکتوگنی پرابلمی ایخ اصابینس پرابلمی سنترالنوی ازیاتسکم ریگیونی در سال 2019 رساله نامزدی دفاع کرد و نامزدی علمی حقوق شناسی هم شد. و ویلا
اما وای در دادستانی ناحیه سینا بوتا بیفته است. عریضه های را که من نشانی او می آمدن حتی نخوانده دلا باز می کرده است. اولها از پول کلان گرفتن ایبا می کرد، می ترسید 200 یا 300 دلار گرفته پرونده می کشد. نحق و یا غیر قانونی هم باشد پول را اساس قرار می داد. یکی از میلیسه های شناس گفت که شف یعنی فروخ استافکاش رو بلند برداشته 500 دلار کرده است. گفته است که من 200 دلار میگیرم، 100 تاش تشکیلی، 200 دلار دیگر به ایشان قلب پراکرور کلان میتیم نسبت آدمی که او بیگناه باشد. این مبلغ است. اگر گناهکار باشد استافکاش بلند به اندازه جنایت انجام داده اش میشود. باز هنگامی در سود اشتراک کردن سر هر سالی که کم کرده میشود 1000 دلار میگیرد. بعدن فروخی ملا کارش را دوام دادن می گرفت که وزیر داخلی رمضان رحیم زاده می شود و گفتی خود او خیششان بود است. در هنگامی در پراکراتور سینای شهر کار کردنش با یک دختر با نام مدینه شناس می شود. این ملا چنان عاشق می شود که عقل و هوشش را از دست می دهد. مدینه آرام و قرار را از وی می گیرد. فروخ دیگر زن و فرزندش را تماما فراموش می سازد و از غم عشق این دختر هر شب به خانهش مست و الست شده این ملا می آید و دیگر با زنش بنفشه عموما زندگی یک جای نمی کند. به طرفش نمی رود بنفشه به شبهه می افتد که با شوهر او چی شده باشد. البته خیلی چیزهای زیادی دیگر هم بود، اما دیگر ما همه آنها را نگذاشتیم، ولی تا آنجایی که کوتاه کردیم بیننده گرامی باید اینها را می گفتیم. وای کار کرده از کارهای این ملای پراکرور عاشق آگاه شده با خسورش شکایت میکنند. پدر فروخ در غضب شده ماشینش را از دستش گرفته از خانه پیشش میکنند. این دردی بخیر سهراب خسور بچهش هم درک میابد. جنرال سهراب یک روز پراکراتور سینا جای کار فروخ رفته مرد دنک فروخ هم میزند، اما این پراکرور عاشق دست بردار نمی شود. به همه این نگاه نکرده فروخ شراب در دستش در گردی خانه مدینه تا پرده می گشت. از الیوباوی خود به مدینه قصه ها کرده وعده و گارانتیه 100 فایزه هم می دید که از بحری همه زن و فرزند و جای کار می گذارم و با تو می مونم. با خلاصه می آیند که جهتی از این راه براوردن فروخ با او وظیفه کلان پیدا کرده دیهند. برای خرید وظیفه با فروخ و نزدی رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی آدم روان میکنند. یعنی مادر فروخ پیش درا شده با خدایش رمضان رحیم زاده مراجعت میکند و مسلحت میشود که فروخ را معاون پراکرور ناحیه فردوسی تعیین کنند. فروخ بی سواد بی عقل و علکه الکش شده از این خبر آگاه شده و از عشق خود با مدینه فراموش کرده و این پیشنهاد در حال راضی میشود. این هنگام مدینه و پیش فروخ آمده میگوید که باردار یا حامله شده است. فروخ را تاک میزند چون میبیند که مدینه از بچه دست کشیدنی نیست. نو معلوم از پی نیست و نابود کردنی حامل یا آن همون طفل میشود. مدینه پی میبرد که فروخ نیتو کار کرده ایستاده است. با اشکی ششقطار میگوید آخر تو با من دائم وعده محبتی یک عمره میدادی، برایت خانه علاهیده میگیرم میگفتی، چیزی خواستی از من گرفتی، حالا چی شد؟ فروخ با او باز وعده و قسم میخورد که همش طبق گفته وای پیش میرود، اما تو طاقت کن وظیفه را گیرم مدینه جان، با تو میمونم. گفته با گوشی مدینه مکران آویزان میکند. مدینه باز باور میکند و راضی میشود. تبلتکه های آورده فروخ برای سیق جنین را میخورد و با دستور دکتر در خانه منتظر میشود تا که در خب حاجت خانه طفل بیافتد. بعد چند ساعت استعمال این تبلتکه قریب های بگاه اسقاط حمل به عمل میآید. وقتی مدینه را دردی سخت گرفته است و خب میخواست از این کار را انجام دید، طفل از بدنش جدا شده و حاجت خانه میافتد. مدینه از جای خسته نگاه کرده که کودک دست و پای دارد، حتی جینسش یعنی بچه و دختر بودنش هم نمودار است. کمتر نگاه کرده گریه کرده خواست از آب حاجت خانه را بکشد، اما دیرش نشده و دستش سلافان کشیده طفل را از آنجا گرفته در یک لطه پیچانیده دویده به نزد فروخ میرود که در جای کارش در بستی شبانه دیجورنی بوده است. مدینه با ترس و وحشت و گریه کنان لطه پیچاندگی در دست و فروخ میگوید که من نتونستم کودک در حاجت خانه پرتفته، بیا در زمین ششته گروش کنیم. فروخ که از ترس درق درق میلرزید، رنگ رویش پریدگی، دست و پا خورده، خیلی وقت سیگاریت کشیده، فکر کرده گفته است که گیر کودک از پشت من بیا. هر دیشان با باقی نزدی حولگی پراکراتور سینو می روند. فروخ بخی یک درختی خرمارا چخور کنده گور میکنه همون کودکا. چند دمه گذارد و دیگر با مدینه و خوری را تماما خط میکنه. تنها پول میداد است و میگفت است که وظیفه گیرم، تا وقت زنده هم نگاه بیند میکنم، حوزی هیچی ندارم. خوب فروخ را با دستگیری عزاد رحمان
با توسط زرینه خواهرش و رحیم رمضان خودشان معاون پرکرار فردوسی تعیین میکنند. بعد یک سال باشد او را در تب و شهر استقلال ولایت سوخت پرکرار میمونند. در اینجا 4-5 سال کار کرد و پول زیاده به دست آورد. چند خانه خرید و ماشین پرادو هم از آن طرف آورد. بعد از استقلال یک بار پرکرار فردوسی تعیین شد. از استقلال نه تنها بای شده برگشت بلکه سخت فربه هم شد. پس از نشر این مطلبی که ما نشر کردیم از تباشر به ما نوشتند که واقعا هم خیلی عیاشی میکرد فروخ در آنجا و کارش همیشه به کارهای بد و به پارگیری مشغول بود و وعده نمودند که معلومات زیاده از آن سالهایی که در تباشر کار کرده است، از جنایت های زیاده انجام داده او و چگونه پاره های گرفته و چگونه دله های فابریکوانی ساخته مردم را زندان نمودنش به اصلاح میفرستند. ولی ما منتظریم تا اینکه آنها را در برنامه دیگری نیز تقدیم نماییم. میگویند که بعد به پراکراتور فردوسی آمد، غرور و تکبر فروخ فیل برداشته نمیتونست. تا آمدن او کارافتاده ها میتونستند که وارد بنای دادستانی بشوند. خوب، حالا حتی پشه به دروازه پراکراتور نزدیک شده نمیتوند. فقط کسان راست وارد میشوند پیش فروخ که حتما شناس یا خشو تبارش هستند. در پراکراتور جنرالی گفتند که از بالای فروخ بسیار کسان شکایت کردند. در آنجا میدانند که وی همه را جزیر کرده گشته است. اما آنجا میدانند که وی برادران و خواهرش چند طرفه با وزیرها و دختر رحمان و آزاده رابطه های نزدیک دارند. عموان با او گپ زده نمیشده است. در این مورد بعضی از افراد پس از نشر مطلب نوشتند که حتی یوسف رحمان هم از این فروخ ایبا و ترس دارد. یعنی اگر خواسته باشد هم او را از وظیفه برکنار کرده نمیتواند، چون که کریشه های خیلی بقوت دارد. خوب، بله، یزنه یا یزنه سهراب یا دامادی کرامت رمضان که میدونید که او با رحمانوف چی گونه مناسبت داشت و دیگر این دامادش است و یوسف رحمان هرگز نمیتواند بر علیه او کاری کند. برادر جنرال فاروق که جمشید نام دارد و در گمرک سردار ریاست است و سال پیش رتبه جنرالی هم گرفته، به حد به خود شدگی است که حتی کیسه های کارمندانش را میکفته است. کار تو این درجه حتی رستگیه. تقدیر مدینه چی شد؟ نوشتند که نمیدونیم. شوهر کرد، فرزند نیافت، دیگر فرزندان نشد. چون که اسقاط حمل به این دختر ضرر کرده بوده است یا نه، مدینه از ترس سهراب رمضان که خسر باشه فاروق میباشد، از ترس رمضان رحیم زاده که خدایشان می باشد و از ترس آزاده رحمان که هم سیم و دوگانه زرینه خواهر فروخ است و از ترس خود امام رحمان که دوست و هم شهر پدر فروخ می باشد یگانجا شکایت کرده نتوانست. فروخ کودک را در تک درخت خرما در پراکراتور سینا گرانیده، دیگر به عقیبش هم نگاه نکرده از پای کار خود شد و در حال جای کارش را عوض کرده به پراکراتور فردوسی گذشت. اینکه از این حادثه زنی فروخ بنوشه با خبر شد یا نه چیزی گفته دیگر نمیتوانیم. اما اینکه سهراب رمضان فروخ را رفته در جای کارش لط و کوب کرده است 100% درست و انیق است. چنانه گفتیم پدر فروخ خادم دولتی بود، عین حال در لوچاب گرانده شده است و با پرزیدنت هم سایه هم بود. فروخ کامل حالا پراکرار ناحیه فردوسی است، مشاور عدلیه درجه دو میباشد. در مسئله ناحقی و پرخوریش من دقیق در بالا گفتم که همش از زبان مدینه بود، چون که او نه یک بار و دو بار دیده و شنیده است که چگونه در صفکه آغاز کردن پرونده و یا سال محکوم شده را کم کردن یا زیاد کردن دست داشته است و چگونه پول می گرفته است. باز می گفته است که مبلغ زیادی پره را به شیفش ایشان کلوف می دهد. ایشان کلوف عین حال در پراکراتور جنرالی کار می کند. فاروق اصلا جوره ندارد، تنها با همکارانش رفت و آمد میکند که آن هم باشد دائم تنقیدش میکنند و از بیسوادی و نواقعه شکایت میکنند. میگویند همه کارش را خودمون میکنیم. او غیر سیگار کشی و گلهای کابینتش را آب دادن دیگر کاری نمیکند. زیر پایش ماشین پرادا و با نمرهای کروتای بود. عین حال نمیدونیم با کدام ماشین میگردد، ولی انیق 100% ماشین او انا همین پرادایی که دیده ایستاده میباشد. عین حال فاروق بسیار فربه و کسلی هم هست. گفتند که دستانش حتی میلرزیده است. در نزدی مدینه زنش را بسیار تنقید کرده پس میزده است که بنفشه زنم دندانش تیلایی است، سخت نمیفورد منه و از اون بدم میآید، اما مجبور به خاطر فرزندم و به خاطر آتش و به خاطر دادرش خب دیگر زندگانی دارم و طاقت دارم. این بود قصه پرکرار ناحیه فردوسی دوشنبه، نفری که باید حامی حقوق و محافظ قانون و قانونیت باشد. خودش قاتل و بچکش است. اگر شما هم چیزی در مورد فروخ کامل
برای گفتن داشته باشد مرحمت به اصلاح فرسته تا در بخش های دیگر آن را تقدیمی بینندگان نماییم. بله از تباشر یا استقلال می توانید نویسید. از ناحیه فردوسی دوشنبه هر جنایت های انجام داده این پرکرار را نویسید تا اینکه ملت و مردم از دست این جنایتکار بچکش نجات یابند. بله بینندگان گرامی در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.